خیلی مقدار ویژه هم خدمت اون دست از عزیزانی داریم که تازه به جمع ما پیوستن. امروز یه خورده شکل کارمون متفاوت خواهد شد. معمولا قبلا آقای مصطفی تشریف می آوردن، صحبت می کردن و سوالات انجام می گرفت. امروز چون بحث نقد کتاب پیر بلخ مطرحه، یه مقدار ما بیشتر از وقت خواهیم گرفت و امیدواریم که زود جمع و جور کنیم که نوبت خدای مصطفی برسه. در اصل خیلی متشکرم از علی عزیزم که لطف فرمودن و با ستاره شما رو به یک آرامش، یک ریلکسیشن رسوندن که بتونیم خوب با همدیگه تعامل داشته باشیم. من از داوود عزیز و نبیل لطف کنید بیارم میزمدیم بالا تا راجع به این کتابی که خوندم ببین نظرشون چیه و سریع سعی میکنم جمع و جور کنیم که انشاءالله بریم سراغ صحبت های خود آقای مصطفی. داوود خان شما تشریف بیارید بالا بیزمد. والا من سعی می‌کنم بیشتر یه معرفی طوری خیلی خلاصه از مورد بحث بعد. من خودم به حساب علاقه و همینطور به حساب بهش تحصیلی مثنوی مولانا رو مدت زیادی باش آشنا بودم، شروع خیلی زیادی از مثنوی خوندم. کتاب با پیر بلخ رو اگه بخوام یه مقایسه بکنم با این شروعی که تا حالا انجام شده روی مثنوی معنوی، یکی از لحاظ ملموس بودن و کاربردی بودن این کتاب قابل اهمیته و یکم این که افراد با سواد خاصی نیاز ندارن این کتاب شروع بکنن، یعنی حتی اگه قبلا اصلا با مولانا آشنا نباشن میتونن صرفا با شروع کردن همین خوندن همین کتاب به راحتی با مولانا ارتباط برقرار بکنن. ضمن این که حالا من نمیخوام خیلی اغراق بکنم ولی انصافا عرض کردم با شروع مفصلی که من خوندم از مثنوی مولانا فکر میکنم خوندن اون شروع مفصل مثل شروع مختلفی که از سالایست نمیبرم، افراد اول نیاز دارن یک سواد خاصی داشته باشن که اون شروع رو بخونن، یک سری اصطلاحات خاص عرفانی رو نیاز دارن بدونن. عرض کنم که به هر حال توی حالا فضای تصوف و عرفان به هر حال سنتی باشن تا اون شروع رو بتونن باش ارتباط برقرار کنن. اما با پیر بلخ اصلا اینطوری نیست. آقای مصطفی این کتاب رو بیشتر با درک خاصی که خودشون داشتن نوشتن و خیلی خیلی ملموس این کتاب وقتی که ما میخونیم میفهمیم که واقعا چقدر مولانا امروزی صحبت میکنه و اصلا حرفش دقیقا در درون ما جریان داره و در یک کلام میتونم بگم که این کتاب کاربردیه. خیلی متشکرم. همینجا شما بفرمایید. با عرض سلام. بگذر از الفاظ و در معنی نگر. در حال حاضر مثنوی معنوی در موضع اصلی خودش به کار نمیره. یعنی این یک کتاب به اصطلاح برای موسیقی و شعر و صنایع شعری و اینجور چیزا سروده نشده، مثلا گفته نشده. هدف اصلی مولوی از سرودن این کتاب به اصطلاح شعر گفتن نیست، ایجاد یک سری مثلا صنایع شعری و چفت و بند دادن به کلمات و نمیدونم جور کردن کلمات و قافیه و اینجور چیزا نیست. و متاسفانه الان مثلا اینجوری با این کتاب برخورد میکنن، یعنی مثلا به عنوان یک کتاب شعر باش برخورد میکنن
با معیارهای شعری میسنجنش. و موسیقی، مثلا این کتاب مثلا از شعراش نمیدونم شعرهای عارفانه موسیقی اینجوری مثلا استفاده میکنن. این در صورتیه که مثنوی معنوی همچین کتابی نیست. آقای مصطفا تو کتاب بادپیر بلخ اومدن به اصطلاح اون موضع اصلی مثنوی رو استفاده کردن تو این کتاب. حالا اگر مولوی به زبان شعر مثلا اومده این کتاب رو سروده، خب اقتضای زبان زمانه خودش بوده که مثلا اون زمان شعر رو میپسندیدن. یکی دیگه از خصوصیات این کتاب استعاری بودن کتابه، یعنی ایشون اومدن، آقای مولوی اومدن از یک سری داستان‌ها و استعارات استفاده کردن. کتاب باپیر بلخ اومده خیلی دقیق این استعارات رو بر اساس اون مفاهیمی که واقعا خود مولوی میخواسته برسونه شکافته و خیلی دقیق توضیح داده. خود کتاب مثنوی به اصطلاح پراکنده است، یعنی اومده هر یه سری داستان و اینا گفته و هر داستان در مورد یک موضوعی. آقای مصطفا تو کتاب باپیر بلخ هر فصلی رو مختص به یک موضوع قرار دادن، بعد در مورد اون موضوع تمام به اصطلاح داستان‌ها و چیزهایی که مولوی آورده همه رو آورده مثلا یک جا جمع کرده در مورد یک موضوع. در واقع میخوام بگم این کتاب یک کتاب موضوعیه. مثلا یه فصل کتاب باپیر بلخ خشمه، تمام مطالبی که در طول مثنوی توضیح داده شده در مورد خشم مثلا آقای مصطفی اومدن توی فصل اینو جمع‌آوری کردن. این از محسنات کتاب کتاب باپیر بلخه. یک سری معیارها استفاده شده، معیارهای مثلا صحیح یا غلط بودن مثلا مثنوی معنوی، یک سری معیارها استفاده شده در این کتاب. این معیارها بر اساس تعبیر نیستن، بر اساس واقعیتن. در کتاب باپیر بلخ آقای مصطفا اومده بر اساس واقعیت این معیارها رو سنجیده، نه بر اساس تعبیرهای شخصی یا تعبیرهای مثلا اجتماعی. بر همین جهت این کتاب خیلی کتاب مفیدیه و عمق داده به کتاب. یک کلمه اضافه کنم، بعضی هم به من ایراد میگیرن، میگن که تو اینقدر حاصلیت رو از کجا حاصل کرده ای که بگی که منظور مولوی از فلان داستان حتما همینه، منظور مولوی ممکنه یه چیز دیگه باشه. بعد من یک جواب کلی دادم که نمیدونم نبیل گفت این رو یا نه، من چون گوشم نمیشنوه. من یک پاسخی به همه این نوع سوالات میدم. فرض کنید یه لکه اینجای من هست، خب یه نفر میگه این لکه مثلا خاکه، یکی میگه گله، یکی میگه روغنه، یکی میگه که کی انداخته این لکه رو، کی انداخته، پدرت انداخته، جامعه انداخته، کی انداخته.